روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. لبلبو شیره سرخ آن با کمخونی مبارزه می برد. لبلبوی سرخ خونین با سالادها و طعامها از کارتاشکا رنگ زیبا می دهد. به نظر بسیار آدمان چنین می رسد که در ترکیب لبلبوی سرخ حقیقتا هم خون موجود است، ولی در اصل آن از ماده مخصوص رنگ دهنده بتا سیانین پیدا می شود. مطابق تحقیقات گزارانده دانشگاه شفیلد بریتانیای کبیر، پیشاب سرخ و نجاست با همین رنگ بعد استعمال لبلبو در 10-14% اهالی مشاهده می گردد و آن بیشتر از آدمانی که دارای ناکفایتی آهن یا به هضم آن در روده مشکلات دارند توأم است. اگر شما را سرخی پیشاب یا نجاست خجالتمند می نماید، پس این را چون آگاهی بابت احتمال ناکفایتی آهن یا مشکلات هضم خوراک قبول نماید، ولی نباید سخت خواتیر شد. لبلبو نه تنها از مشکلات آگاه می نماید، بلکه به توفیل آن کمخونی و تنظیم کنی آن حل می شود. خاصیت ها و نشانداد ها. کربوهیدرات ها چون قند لبلبو یا نیشکر
و قند میوگی در ترکیب لبلبوی خوراکی مخصوص جدا می شود. آنها می توانند 10% وضعیت را تأمین دهند. این لبلبوی خوراکی را یکی از سبزوات بایترین از قند گرداند. این مورد با آن فقط دیگر نمود لبلبوها مسابقه کرده می تواند. خاصیت های نسبتاً شایان دقت لبلبو این هایند. ضد کمخونی. این کوشش لبلبو خوب معلوم است و بار اول دکتر شنیدر آن را قید کرده است. موجودیت آهن و ویتامین اس که هضم این مینرال را سبک می گرداند. احتمالاً بعض مکوین های ناآموخته موجودند که سبب خونسازی می گردد. استعمال از 50 تا 100 میلی گرم شیره لبلبوی خام و نوفشرده پیش از تناول هر روز دو مرتبه افکت برترین ضد کمخونی می دهد. شیره لبلبو به دردمند وقت توصیه می شود که به طبابت با دارواری آهن داشته بعد اعتنا می کند. این هنگام کمخونی از سست کاری مغز استخوان به وجود می آید. ویتامین ناکی. سطح بلند نمک های مینرالی مخصوصا کالی، کلسی و مگنی در ترکیب لبلبو تأثیر آن را به خون قوت می دهد. لبلبو در حالت نقرس تجمع بلند کسلاته پیشابی در خون و هنگام وایه خوراک با مقدار زیاد روغن و مقدار کمی سبزوات توصیه می شود. خون کم چرب. ریشه لبلبو نخی مهمی غذایی روستنی چرباف دارد که کار روده را سبک و خالسترین را در خون کم می نماید. از این خاطر وارد نمودن لبلبو در خوراک آنهایی که خواهش پستگونی سطح خالسترین دارند توصیه می شود. ماده های اسهال آوری ملایم به توفیل نگاه داشت چربافت در آن اشتها را می افزاید. لبلبو کارکرد شیره معده را بلند می بردارد. مضاد سرطانزا. دکتر شنیدر و بسیار تجربه های در مجارستان و آلمان تکیه می کند. آماس های سرطانی بعدی آن کم شده یا کاملا از بین رفتند که بیماران هر روزه 250 گرم سایده لبلبو یا 300-350 میلی گرم شیره لبلبو نشیدند. نتیجه حتی بعد جوشاندن شیره و مقصد برای معده قابل قبول گردانیدنش نگاه داشته شده است. آماده کنی و استعمال. شیره تازه شده. از روی طعم شیره لبلبو چندان دلپسند و گوارا نیست. پس آن را می توان با دیگر شیره ها آمیخته یا با عسل شیرین نمود. یک بار نباید از 50-100 میلی گرم شیره زیاد نوشید تا ضعف معده به وجود نآید. خام سایده شده. لبلبوی چنین طرز تیار کرده شده را می توان با لیمو یا روغن زیتون استعمال نمود. پخته شده. لبلبوی پخته شده در شکل بریان یا خود جوشانیده شده خوبتر هضم می شود. آن را باید نه کمتر از یک ساعت جوشاند. پوست یا پوچاقش را تازه کردن آسان است اگر لبلبوی جوشانده را به آب خنک اندازید. پس با لبلبو خون خود را، جان خود را و روح خود را سالم بدارید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین
به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر، نامه 20، گرفتار خوشحالی و تنبلی. سلام پسرم، ما عکس‌های ایام کودکیت را یافتیم. آنها را مادرت هنگام روبوچینی بالای بام خانه از زیر صندوق پیدا کرد. عکس‌هایت در روزنامه پیچانیده شده بودند. از سبب نمناکی باشد یا دیگر ندانم، آنها کمی زرد شدند. در آن عکس‌ها تو تماماً خردکک هستی. در طور اسب نشسته در دستت کمچین داری. مثل یگیت چهار کس میدیدگی برین. من آن عکس را با این نامه میفرستم. ایام کودکیت را تماشا کن. اگر امکانیتش باشد آن را نسخه برداری کن و خودی عکس را به ما برگردان. این صورت ها برای ما همچون دستاورد خواهند بود. تو درباره تیاری دانشجویان امروزه به امتحان ها نشسته بودی. براستی در تیاری به امتحان استفاده بری تلفن های موبیلی یا خود سمارتفون چنانه که آن را می نامند مرا متعجب کرد. در زمان جوانی من دانشجویان ماها برای تیاری صرف می کردند. اکنون باشد بشریت به جای رسیده است که تکنیکا نقش حافظات را می بازد، نه مغزی پرقیمتی سر. در این نامه می خواهم در باره بیماری که آدمان زمان معاصر را مبتلا کرده است حرف زنم. در شهری که تو استقامت داری دیدن ممکن است چی گونه آدمان به عوض زینه ها از اسکالاتورها استفاده می برند. این خودی آن مکانیزمی که تو را به آشیانه ها بلند می برارد. آخران بار وقت تو به آشیانه ها بلند می شدی مگر از زینه ها استفاده بردی؟ یا اینکه مثل دیگران در اسکالاتور سواری می کردی؟ اگر تو یکی از 95% اهالی جهان هستی، جواب انیقان نه می باشد. اکثر آدمان از ماشینه ها و مکانیزم هایی که کار را آسان می سازند استفاده می برند. همچنین در حیات آدمان می خواهند در همه جاده موفق باشند. خواهان زندگی پرسعادتند، لیکن جویای راه آسان و کوتاه می باشند. می خواهند بدون مهنت کامیاب گردند. هر یک جویای اسکالاتر هست تا زندگی خلای و آسان باشد. به اطرافت نگر، میلیون ها آدمان از بیماری های گوناگون اذیت میکشند. همه روزه بسیاری از بیماری های سرطان میفوتند. هر یک سیومین عقد نکاح و اویله ویران میگردد. هزاران هزار اشخاص صاحبکار سرمایه و دارایی خود را از دست میدهند. در بسیار جنبه های اساسی حیات ما مغلوب میگردیم. و میدونی برای چی؟ ما در زمان عمر به سر میبریم که تیزتر، آسانتر و دسترس خواهش ها اجرا باید شوند. همه روزه چونین پیشنهادات را میبینیم و میشنویم. در مدت 7 روز وزن خود را کاهش دادن، تنها در یک ماه زبان انگلیسی را از خود کردن. به خبر نمان، در 5 دقیقه بوی می شوی. یا اینکه دوای تمام دردها نوشداروی معجزه‌ناک، لیکن اینجا ارزش نهان است که
که آن را ما باید پرداخت نماییم. متاسفانه هنگامی که ما می خواهیم همه چیز آسان و به زودی دسترس گردد، ما اکثرا احوالمون را بدتر می گردانیم. ما با اعتماد بستن با کامیابی های بدون زحمت عادت کرده ایم. ما نمی خواهیم چیزی را فدا سازیم. آدمان با فایده مفتی به مشقت مطابق شده اند. آنها می خواهند همین زمان کامیاب گردند به عرق جبین. آدمان هر کاری را آغاز می کنند هرگز به انجام نمی رسونند. با جای کتاب خواندن ما می خواهیم به زودی دانشگاه را ختم نماییم. با جای غذایمان را دیگرگون و سالم کردن ما بهترش مشقهای نوترین فیتنس را استفاده می بریم. به عوض با حکمت استفاده بردن پول ما آن را به خریدن لاتاریای های بردش میلیون صرف میکنیم. با عباره دیگر، برای چی طریق زینه ها من باید به آشیانه ها بلند شوم مدامی که اسکالاتر وجود دارد؟ او به جای من زحمت میکشد. متاسفانه اکثر مردم چنین مینمایند. گویا ما از روی برنامه مخصوصی با راهی کوتاه و آسانتر عمل می نماییم. مدامه که کس یگان نیرو و قوهش را برای اجرای این یا آن عمل استفاده نمی برد، او در حیات می بازد. هنگامه که ما عادتها و هر عملی خیش را به تنظیم نمی داریم، البته در زندگی کناری راه می مونیم. هرگز برار و موفقیت های خیش را به حکم حوادث و تصادف من گذار فرداس. بردباری اصیل توسط محنت و زحمت هایت به دست می آید. هنگامی که تو خود با دست هایت اجرای عمل می سازی. همگان از بودن آیفون و سمارتفون، نوتبوک و کمپیوترها و فراوانی شبکه های اینترنت شدیم و حلاوت میبریم. لیکن چی خطر در خود این قرن دستاوردهای تکنولوژی نهفته دارد؟ زمان ما ده چند رقم تلفن، نشانه و سراغه پوستی را میدانستیم. از سال و روز تولد یکدیگر با خبر بودیم. امروز باشد کمند نفرانی که حافظه خوب دارند. فهم و خاطرات ما تنها در کامپیوتر یا در تلفن محفوظ است. آنها ما را آگاه میکنند، به خاطر میارند و کمک میکنند. حتی زبان خارجی هم آموختن حاجت نیست. اکثر صحیفه های اینترنتی ترجمه این یا آن خبر یا اسناد را به ما پیشنهاد میکنند. پیشروی و جهش تکنولوژی حیات ما را آسان‌تر گردانیدند. بشریت در تلاش مهیا کردن شرایط حیات هم قدم بودن با پیشروی تکنیکی سر و کلاوبهش را گم کرده است. اکنون نسل به وای می رسد. با هیجان از پس بردباری ها روانند، لیکن به عوضش یگان زحمت کشیدن نمی خواهند. امینم تو درباره این گفته هایم فکر میکنی پسرم. جد و جهد، محنت زردارانه و انتظام تو رو حتما به قله های مراد میرسونند. گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است.
ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می‌نماییم. اکنون با هم می‌شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش، موضوع برنامه ما، وحی گمراهی مرگاور را فاش می کند. کتاب مقدس در هیچ جا عباره جان فناپذیر یا جانهای فناناپذیر را کار نمی فرماید. تیموتیوس باب 1 آیه 17 به پادشاه جاویدان، به خدای غیرفانی، نانمایان و یکتا تا ابد شوکت و جلال باد. آمین. جاویدان فقط خداوند پادشاه ماست. حیات ابدی را ما وقتی به دست می آوریم وقتی که مسیح بیاید. در کتاب مقدس آمده است، در فنا کاشته می شود، در بیفنایی بر می خیزد. وقتی که من به حضور مسیح می آیم، او به من حیات جاویدانی می بخشد و این بخشایش در گذشته و الحال در دل من موجود است. لیکن بخشایش حیات جاویدان را ما در زمان دوم بار آمدن مسیح به دست می آوریم. تیموتیوس باب 6 آیه 15 و 16 تبارک و یگانه پادشاه توانای پادشاهان و خداوند خداوندان که تنها او حی الموت بوده در نور دست نارس ساکن است. کیست که تنها جاویدان می باشد؟ فقط خداوند یگانه به جاویدی صاحب است. خداوند که در نور دست نارس ساکن است، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. فلسفه مجوسی یونانی تعلیم می دهد که جان فناناپذیر است. آیا شما می دانید که یونانیان تعلیم می دادند که جان می تواند از جسم جدا زندگی کند؟ آنها تعلیم می دادند که جان این عنصر مستقل می باشد که خودش در خود حیات دارد. لیکن کتاب مقدس می آموزاند که آدم خود به خود یگانگی جسمانی، روحانی و معنوی را تشکیل می دهد. این قسمت ها از یکدیگر جدا نشونده می باشد. کتاب مقدس می آموزاند که مرگ به مثل خواب است. مسیحی که وفات کرده است کاملا در بی خطری قرار دارد و مثل آن که در آغوش مسیح خواب رفته باشد. او از ناامیدی و مشکلات های حیات زمینی تا صبح پرشرف زنده شوی آرام می گیرد. لیکن اسپریتیزم رابطه با ارواح مردگان و فلسفه عصری نو نیز تعلیم می دهند که جان فناناپذیر است. موافق تعلیمات اسپریت ها وقتی که انسان می میرد جوهر او به زندگی دوام می دهد. همین طریق انسان وفات کرده می تواند آمده با زنده ها ملاقات نماید. آیا شما درک می نمایید که برای چی این فکر خطرناک و هلاک کننده می باشد؟ شیطان می تواند این فکرهای قلبی را استفاده ببرد تا که ما را فریب دهد. فرشته های بدکردار او می تواند که رنگ نزدیکان فوت کرده ما را به خود گرفته نزد ما بیاید. این چنین آنها قابلیت دارند که به نام مژده از آن دنیا را به ما برسانند. این روح ها می تواند ما را به گمراهی گرفتار نموده و ما دروغ شیطان را نقل کند. پس کتاب مقدس در این مورد چه می گوید؟ قرنتیان باب 15 آیه 51 و 52 به شما سیری می گویم، همه ما نخواهد مرد بلکه همه تغییر خواهیم یافت. و ناگهان در یک پلگ زدن برابر صدای کرنه آخرین، زیرا کرنه صدا خواهد داد و مرده ها به طور بی فنا دوباره زنده خواهند شد و ما تغییر خواهیم یافت. زمانی که خداوند انسان را آفرید، او به انسان نفس خود را دمید، نه جان فناناپذیر را. هستی باب 2 آیه 7 و خداوند انسان را از خاک زمین بسرشت و به بینی او روح حیات را دمید و انسان جان زنده شد. مرگ این آفرینش به ترتیب مقابل. زمانی که آدم بمیرد به او چه حادثه رخ می دهد؟ چی به حضور خدا برمی گردد؟ آیا در کتاب مقدس آمده است که به حضور خدا جان برمی گردد؟
نه، بلکه به حضور خدا روح برمیگردد. واعظ باب 12 و خاک بر زمین برمیگردد آنچنان که بود و روح به حضور خدا که آن را بخشیده بود برمیگردد. و اینک به خاک مبدل میگردد، لیکن روح که به حضور خدا برمیگردد صاحب خرد نیست. این نفس یا قدرت خداوند است که به حضور خدا برمیگردد. خداوند شخصیت این آدم را در قلب خود محفوظ می‌دارد. در عهد قدیم کلمه عبری روح است که معنای نفس را دارد. به همین طریق روح و نفس یک معنا را دارد. روح این جان نیست. بسیاری ها چنین مفهوم را فرق نمی کنند. امکان دارد فکر می کند که روح و جان هر دو یک چیز است. اما این طور نیست. روح و جان مفهوم های گوناگون می باشند. خداوند انسان را از خاک زمین به وجود آورده است. این جسم او می باشد. خداوند به انسان روح داده است. به زبان عبرانی روح یا نفس می باشد. آدم جان زنده می گردد. زمانی که آدم می میرد، جسم او به خاک مبدل می گردد. روح یا نفس حیات، قوه حیات به حضور خدا بر می گردد. توجه نمایید. چنانی که کتاب مقدس تعلیم می دهد، روح و نفس هر دوی این یک چیز است. ایوب باب 27 آیه 3 تا دمی که جان در تن من است و نفس خدا در دماغ من است. در دماغ شما چی جایگیر است؟ آیا او فکر، بحث و جواب کرده می تواند؟ نه، این نفسی می باشد که آن را به شما خداوند داده است. کوشش می نماید تا این را با مثال لمپ بفهمانیم. برای آن که چراغان شود، و من لمپ در کار است. لیکن به من نه تنها لمپ در کار است، لمپ رمزی جسم می باشد. لیکن برای آن که روشن شود، به من برق لازم است تا که لمپ روشن گردد. فقط یک لمپ به من روشنایی نمی دهد، به من جریان برق لازم است. درست؟ همین طریق جریان برق رمز روح خداوند یا نفس خداوند می باشد. جریان برق به واسطه اگر روشنایی را خاموش کنیم چه حادثه رخ می دهد؟ جریان برق کجا می شود؟ به مرکز برق بر می گردد. خود همین طور وقتی که نفس گرفتن ما قطع می گردد و قلب ما از تپش می ماند، ما به هلاکت می رسیم. از بس که قدرت حیات بخشیدن متعلق به خداوند می باشد، روح او که حیات بخشیده است به حضور خدا بر می گردد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.